اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسانها بدهد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش را. اما علم اینجاست که نظر سرنوشت انسان به این شکل بمونه. بذارید اول خلاصه بگیم که سیستم گوش و مغز چطور به هم متصلن. زمانی که موج صدا به گوش میرسه، کوچکترین استخونای بدن در داخل گوش انسان به لرزه در میاد. این لرزه ها به بخش حلزون گوش میرسن و اونجا تبدیل به پیامای عصبی و الکتریکی میشن و از اونجا هم به مغز برای تجزیه و تحلیل ارسال میشن. در واقع این مغز ماست که متوجه صداها میشه. اما با استفاده از تکنولوژی میتونیم ارتباط مستقیم با خود مغز برقرار کنیم و توانایی شنیدن رو به افراد ناشنوا بدیم. حتی میتونیم تو ذهنمون موسیقی پلی کنیم و از طریق ذهنمون به هزاران موسیقی در پلی لیستمون یا در اینترنت گوش بدیم. اما چطوری؟ بذارید از استارتاپ نورالینک براتون بگم. اسم نورالینک از دو واژه نورون و لینک ساخته شده، یعنی پروژه‌ای برای توسعه فناوری‌های مغز که توسط ایلان ماسک به همراه بهترین دانشمندان علوم عصبی و مهندسان تأسیس شده. همونطور که می‌دونید، مغز از میلیاردها نورون تشکیل شده و هر نورون می‌تونه با هزاران نورون دیگه ارتباط برقرار کنه. تمام آگاهی، غم، شادی، شخصیت و تمام اطلاعات و خاطرات ما در این نورون‌ها اتفاق می‌افته. یعنی توسط شبکه عصبی که بین نورون‌ها ایجاد میشه. نورالینک میخواد مغز و کامپیوتر رو به هم متصل کنه. با کاشت الکترودایی در کنار نورون‌ها میتونه اطلاعات از نورون‌ها بگیره یا به اونها اطلاعات بده. به این شکل میتونه ارتباط مغز و کامپیوتر رو برقرار کنه. نورالینک تونسته رباتی رو طراحی کنه تا الکترودها که ترکیبی از سیمای بسیار نازک به ضخامت 10 تا 40 میکرومتر هستن و به داخل قشر مغز فرو کنه. این سیستما به یه تراشه خارج از جمجمه متصل میشن که به اندازه یه سکه است و به صورت بیسیم میتونه به کامپیوتر متصل بشه. در آزمایشی که با یه میمون 9 ساله ماکاک انجام دادن، تراشه های نورالینک رو در دو طرف مغزش کار گذاشتن. اما به جای اینکه میمون با جویستیک بازی کنه، صرفاً با مغزش داره به حرکت‌ها فکر می‌کنه و با کامپیوتر در ارتباطه و کامپیوتر می‌تونه فکرش رو بخونه و بازی رو انجام بده. این قدم بزرگی برای ما انسان‌هاست. فناوری که می‌تونه هزاران بیمار و معلول جسمی و ذهنی رو به زندگی عادی برگردونه. مثلا انسانی که قطع نخا شده و می‌تونه کاری کنه که راه بره. به این شکل که در اون قسمتی از مغز که مسئول حرکت پاهاست الکترودهایی قرار بدیم و در پاها هم یه رابط برای ارتباط برقرار کردن پا با مغز کاشته بشه و به این شکل مغز مستقیم میتونه به پاها فرمان بده. حتی کسانی که از پا و دست مصنوعی استفاده میکنن هم میتونن به بهترین شکل از اندامای حرکتیشون استفاده کنن. نابیناها با این تکنولوژی میتونن ببینن و کسانی که نمیتونن حرف بزنن یا درگیر مشکلات عصبی مثل MS یا پارکینسون هستن، نورالینک میتونه کمک زیادی بهشون بکنه. مغز ما پیچیده تر از این حرف هاست و هنوز راه زیادی مونده. اما آینده‌ای که میشه متصور بود اینه که ما انسانها با هوش مصنوعی مرتبط میشیم. میتونیم با هم بدون اینکه صحبت کنیم از طریق ذهنمون ارتباط برقرار کنیم. میتونیم هر جای جهان بریم و بدون اینکه زبان اون کشور رو بلد باشیم به زبان اونا صحبت کنیم، یا همه مردم جهان بتونن به یه زبان مشترک صحبت کنن. میتونیم کل یه کتاب رو توی ذهنمون آپلود کنیم و در نهایت به ابر انسان تبدیل بشیم. دیگه نیازی نیست گوشی هامون رو حمل کنیم، چون مغز ما میتونه مستقیم به اینترنت متصل بشه. اما باید مراقب باشیم که زیاد روی نکنیم و امیدوارم باشیم این تکنولوژی به دست نااهلش نیفته.